مصلای امام خمینی، مکانی که کار ساخت آن از سال 72 شروع شد. وسعت مصلا حدود 63 هکتار است و شامل مجموعه شبستان‌ها، رواق‌ها، صحنه مرکزی، گلدسته‌ها، گنبدخانه و ایوان مرکزی و فضاهای ورودی است. هرچند تا کنون خبرهای مختلفی از میزان ساخت آن منتشر شده، اما سوال اینجاست مصلای امام تا به امروز چقدر پیشرفت داشته است؟ 66% کار انجام شد. به عبارتی دیگه در نمای کلی تا کنون کدوم بخشای مصلا ساخته شده و کدوم قسمت ها هم در دست اجراست؟ این شبستان که الان یک طبقه است تموم شده 60 متر و الان نماز برگزار میشه. ما الان این رواق شرق و غرب و تقریبا امسال تو اولویته. بعد دیگه این گنبده که اجرا شده، بله گنبد تموم شده. از مبحث روند ساخت این مکان مهم بگذریم، بعد معماری مصلا دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است، چرا که دارای عناوین بزرگترین در ساخت بناهای اسلامی است. از گنبد مصلای امام خمینی به عنوان بزرگترین گنبد جهان یاد می شود. ارتفاعی حدود 63 متر داره و در واقع یکی از شاهکارهای معماری جهان هست. ایوان مرکزی مصلا به ارتفاع 80 و دهانی 110 متر جز بزرگترین ایوان بتنی جهان است. قوس ایوان ما یه قوس بتنی تمام عیاره که تمامی آرای اسلامی رو در داخل قالب بندی جا دادیم و انشالله به صورت اکسپوز نمایان خواهد. مناره های مصلا هم دومین گلدسته مرتفع جهان اسلام محسوب می شود. دو تا مناره ما هم جز بزرگترین مناره ها با ارتفاع نزدیک به 143 متر. اما بشنوید از دیگر ویژگی های معماری مصلا. روابطی که بین گنبد، ایوان و سایر اجزای مصلا هست بر پایه تناسبات هندسی و تناسبات طلایی بوده. اونجا بزرگترین محراب ساخته خواهد شد و محراب اصلی مصلا قرار میگیره. الله اکبر. البته مصلای امام خمینی فقط کاربرد برگزاری نمازهای جمعه و اعیاد را ندارد، بلکه بزرگترین مجتمع فرهنگی، هنری و اجتماعی شهر تهران محسوب میشود. قسمت بیشتر صنایع دستی و بازارچه ها هست. بعد قرائت خونه داریم در قسمت های مختلف. بله فضای گفتگو، فضای نمایشگاهی. امسال در قانون بودجه 120 میلیارد تومان برای تکمیل مصلای امام خمینی مصوب شده که در صورت اختصاص آن قسمت های مهمی از این مکان به بهره برداری خواهد رسید. و گفته شده در صورت تأمین اعتبار مصلای امام خمینی کار ساختش تا 2 سال آینده به اتمام خواهد.